با سلام در این بخش خبری توجه شما را به مهمترین گزارش های ایران و جهان جلب می کنیم زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ایران از وجود سوء تغذیه و ناامنی غذایی در پنج استان ایران خبر داد زهرا عبداللهی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت که اهالی استانهای کهکیلویه و بوی رحمت سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان با سوء تغذیه و ناامنی غذایی روبرو هستند. وی افسود که بر اساس مطالعات میدانی و بررسی های انجام شده کمبود ریزم و ها آهن و انواع ویتامین ها به ویژه در کودکان دو تا پنج سال دانش آموزان و زنان باردار در این استان رو به افزایش است. عبدالله افسود اکنون بیش از هفتاد و گاهی تا صد درصد دانش آموزان کشور با مشکل و کمبود ویتامین دی مواجه هستند. طی چند هفته گذشته و در پی انتشار وجود روغن پالم در محصولات لبنی قیمت شیر کمچرب افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم در چند هفته گذشته، به گفته فروشندگان واحدهای های سنفی و سوپرمارکت‌ها، ها حجم تقاضا برای خرید محصولات لبنی پرچرب به شدت کاهش یافته است ستاد تنظیم بازار در تیر ماه تنها با افزایش 15 درصدی قیمت محصولات لبنی موافقت کرده بود حال برخی از فروشندگان سطح شهر افزایش دو تا سه باره قیمت محصولات را در طی یک هفته تایید کردند علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از آغاز تغییرات در راکتور را آب سنگین عراق خبر داد تا به گفته وی نگرانی برخی کشورها درباره صلح‌آمیز بودن این تأسیسات رفع شود آقای صالحی که در شبکه خبر تلویزیون دولتی صحبت میکرد اظهار داشت که باز قلب راکتور عراق توسط متخصصان و کارکنان آن در حال انجام است تا نگرانی برخی کشورها در مذاکرات هسته‌ای رفع شود وی از برگزاری نشستی با مسئولان وزارت امور خارجه در هفته جاری خبر داد و افزود که در این جلسه دوستان در جریان جزئیات فنی بازطراحی در قلب راکتور عراق قرار گرفتند ساخت راکتور آب سنگین عراق یکی از نگرانی ها و سوء زن کشورهای غربی به فعالیت های جمهوری اسلامی است این راکتور در 240 کیلومتری جنوب غربی تهران است و به طور بلغوه میتواند برای ساخت سلاح هستهی پلوتونیوم تولید کند راکتور 40 مگاواتی عراق که ساخت آن زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد به گفته تهران برای مقاصد تحقیقاتی و به ویژه ساخت رادیو دارو مورد استفاده قرار می گیرد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی از دولت خواست که به کسانی که چارچوب قانون اساسی و خطوط اصلی را قبول ندارند کار و مسئولیت اجرایی ندهند. لاریجانی اضافه کرد بر اساس قانون اساسی مسئولان نباید به مخالفت با مفاسد اکتفا کنند بلکه موظفند با فساد به مبارزه برخیزند و از آنجا که دستگاه های اجرایی زیر مجموعه دولت هستند مدیران قوه مجریه در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند سخنان آیت الله لاریجانی را میتوان پاسخی دانست به وزیر کشور عبدالرزا رحمانی فضلی که در عواسط تابستان گفته بود نمی شود با فشار و خشونت بیش از حد با مسئله هجاب برخورد کرد او همچنین مسئولیت وزارتخانهش را در مبارزه با بد هجابی اندک دانسته و گفته بود که 22 سازمان و دستگاه مسئول پیگیری موضوع هجابند و وزارت کشور تنها یکی از این 22 دستگاه است علی خامنه ای در دیدار با حسن روحانی و اعضای دولت چارده توصیه کرده که مهمترین آنها رعایت خط قرمز فتنه 88 توسط وزرا تحمل در برابر انتقادها ارائه گزارش بدون اقراق و موزگیری شفاف و سریع در باره مسائل منطقه است در همین حال علی سعیدی نماینده خامنه ای در سپاه نیز درباره فتنه اظهار نظر کرده و گفته فتنه 88 مشابه فتنه معاویه بود به گزارش خبرگزاری فارس علی خامنهای در دیدار خود با هیئت دولت گفته مسئله فتنه و فتنهگران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است وی خطاب به وزرای دولت گفته آقایان وزرا باید همان گونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله گذاری با آن تاکید کردند همچنان بر آن پایبند باشند این وزارت خامنه ای در شرایطی بیان می شود که هفته گذشته رضا فرجی دانا وزیر علوم از سوی نمایندگانی که معترض به کارگیری برخی از فعالان حوادث سال 88 در وزارت علوم بودند سیزا و برکنار شد علی خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به حسن روحانی گفته حق دارد از برخی انتقادها ناراحت باشد اما پاسخ به انتقادها هم باید منطقی و با خونسردی داده شود رهبر جمهوری اسلامی همچنین به دولت یازدهم توصیه کرده در ارائه گزارش به مردم اغراق نکند و دولتهای گذشته را منصفانه نقد کند وی در این حال از دولت حسن روحانی خواسته گیری سریح و قاطع در قبال مسائل منطقی و بین المللی داشته باشد. به گفته وی موضعگیری سریع درباره فلسطین، اسرائیل، قزه، سوریه، عراق، تکفیری ها و دخالت های آمریکا به نفع نظام جمهوری اسلامی است و منافاتی هم با مذاکره ندارد. همزمان با علی خامنه ای علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران هم با تشبیه دوران کنونی به دوران صدر اسلام گفت فتنه 88 همچون فتنه ای بود که ماویه با کمک تله و زبیر به راه انداخت به گزارش خبرگزاری دانشجو علی سعیدی ابزود زمانی فتنه 88 رخ داد که دی اصلاح طلب افراطی اصول ولایت فقیه را رد کردند. نماینده خامنه ای در ادامه شبیه سازی جمهوری اسلامی با دوران صدر اسلام گفت انقلاب صدر اسلام تمدن ساز بود اما از پای درآمد. این انقلاب قرار بود اسلام را جهانی کند اما این تمدن فرو پاشید. سعیدی گفته اکثر رهبران الهی نسبت به میراث خود نگران بوده و امت را هشدار میدادند و این نگرانی در قرآن از زبان انبیا بسیار بیان شده است و ابزوده پایداری نظام دینی در انقلاب اسلامی به مبنا قرار گرفتن شریعت و به صد در انقلاب بستگی دارد به گفته سعیدی اگر میراثداران انقلاب درک درستی از انقلاب نداشته باشند نمی توانند برای حفظ انقلاب اسلامی کمکی کنند. گفتنی است نزدیکان علی خامنه ای و از جمله علی سعیدی بارها دوران کنونی جمهوری اسلامی را مشابه دوران پیامبر در صد اسلام خواندند. آنها با این سخنان نتیجه میگیرند که روح الله خمینی همچون پیامبر بود و علی خامنه ای هم مانند حضرت علی و در نتیجه مخالفان و منتقدان خامنه ای تحت این شبیه سازی در جایگاه های تله و زبیر و معاویه که مخالفان حضرت علی بودند قرار می گیرند. با تکرار این مسائل توسط علی خامنه ای به نظر می رسد خود رهبر جمهوری اسلامی هم با این مشابه سازی باور دارد. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ناظران خود را از روند شمارش مجدد آرا بیرون کشید شمارش مجدد آرا با نظارت سازمان ملل متحد پس از اعتراض و شکایت آقای عبدالله از چند هفته پیش آغاز شده بود ساعتی پس از این اقدام عبدالله عبدالله نماینده سازمان ملل از اشرف خانی احمد زیر رقیب انتخاباتی دیگر خواست که او نیز برای رعایت انصاف ناظران خود را بیرون بکشد با این حال نیکولاس هیسام معاون دفتر سازمان ملل در کابل اعلام کرد که شمارش آرا با حضور ناظران محلی و بین المللی ادامه خواهد یافت عراق برای شکستن محاصره شهر آمرلی در شمال عراق در حال گردآوری نیروست. به گزارش خبرگزاری فرانسه عراق نیروهایی از جمله متشکل از اعضای گروههای شیعه مانند اصائب اهل الحق و سازمان بدر را در منطقه توس خورماتو در استان صلاح برای شکستن محاصره آمردی گرد آورده است پیشتر جنگنده های عراقی روز گذشته به نیروهای داعش در اطراف شهر آمردی در شمال عراق حمله کردند حدود دوازده هزار ترکمن شیعه در شهر آمرلی در استان صلاح الدین عراق از حدود دو ماه پیش در محاصره نیروهای خلافت اسلامی یا داعش سابق قرار دارند و دچار کمبود مواد غذایی و نیازمندی های اولیه شدند و به گفته سازمان ملل در صورت ورود نیروهای خلافت اسلامی به شهر خطر قتل عام آنان را تهدید می کند. در همین حال ایالات متحده در حال بررسی کمک رسانی هوایی به ترکمنهای شیعه است که در شمال عراق در محاصره داعش قرار گرفتند منابعی در وزارت دفاع آمریکا این طور خبر دادند و همچنین گفتند که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده خواستار حمایت هم پیمانان اروپایی خود شده و احتمالاً به زودی های هوایی علیه داعش را گسترش میدهد. آمریکا سه هفته پیش هم به ایزدی هایی که در کوهستان سنجار در محاصره داعش مانده بودند از هوا کمک رساند و به برخی از مواضع شبه نظامیان حمله کرد سازمان ملل متحد نیروهای گروه خلافت اسلامی را به ارتکاب جنایت جنگی در سوریه متهم کرد و از سوی دیگر دمشق را متهم ساخت که علیه مخالفان خود از گاز کلور استفاده کرده است به گزارش خبرگزاری رویترز سازمان ملل در گزارشی عنوان کرد که شپ نظامیان گروه خلافت اسلامی با انتقال سلاح از عراق به سوریه موازنه قدرت در سوریه را تغییر دادند به طوری که اکنون بر مناطق وسیع از این کشور سیطره یافتند و تلاش میکنند قوانین افراطی شریعت را به اجرا بگذارند در این گزارش آمده است که در شهر رقه و مناطقی از استان حلب که تحت تسلط نیروهای داعش است صحنههای اعدام در ملع عام به امری معمور تبدیل شده و کودکان نیز اغلب در این مراسم حضور دارند گزارشگران سازمان ملل متحد همچنین با انتقاد از اقدام حکومت سوریه در بمباران مناطق غیر نظامی آن را بر اساس قوانین بین المللی یک جنایت جنگی خواند. دولت ایالات متحده میگوید که روسیه در حال تدارک یک عملیات نظامی جدید و ضد حمله به شرق اوکراین است. مسکو اما گزارشها درباره افزایش فعالیت های نظامی خود در مرز اوکراین را رد کرده است. در ادامه بحران اوکراین ولادیمیر پوتین و انگلا مرکل نیز در گفتگوی تلفنی بر ادامه کمک های بین برای حل و فصل مناقشه مسلحانه در اوکراین و برقراری صلح در این کشور تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین ولادیمیر پوتین در یک گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل صدر آلمان در مورد اوضاع اوکراین به تبادل نظر پرداخت و مرکل را از نتایج اجلاس مینسک مطلع کرد اجلاس مینسک روز سه شنبه برگزار شد و در آن رؤسای جمهوری اوکراین، روسیه، قزاقستان و بلاروس با حضور مقام‌های اتحادیه اروپا در مورد مسائل مربوط به اوکراین گفتگو کردند. سران روسیه و آلمان همچنین بر اهمیت ادامه تلاش های برای پایان جنگ و مناقشه در اوکراین از جمله از طریق گروه تماس تاکید کردند. پوتین و مرکل همچنین به اهمیت دیدارها برای بررسی مسئله ترانزیت گاز از طریق اوکراین به کشورهای اروپایی اشاره کردند در همین راستا دولت ایالات متحده میگوید که روسیه در حال تدارک یک عملیات نظامی جدید و ضد حمله به شرق اوکراین است خبرگزاری آسوشیتدپرس پرس اظهارات جنساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا را باستاب داد که میگوید روسیه تانک و خودروهای زرهی بیشتری را به اوکراین اعزام کرده است به گفته او این تهاجم گویای آن است که احتمالا شهرهای دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین شاهد عملیات ضد حمله ای بود که روسیه آن را هدایت می کند. موسکو اعزام نیروهای نظامی به خاک اوکراین را رد کرده است و در یک مورد هم که تعدادی از نیروهای این کشور به اسارت ارتش اوکراین در آمدند موسکو اعلام کرد که این نیروها به طور تصادفی از مرز اوکراین گذشتند اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دولت روسیه را به بی صداقتی متهم کرده و گفته است که دولت روسیه حتی با مردم خود نیز صادق نیست وی اظهار داشت که نیروهای روسی سی مایل در خاک اوکراین پیش رفتند اما با این حال سربازان و خانواده هایشان نمی که آنها آزمه کجا هستند خانم ساکی در ادامه ابزود خاک سفاری سربازان روس در داخل کشور خود و بازگرداندن سربازان مجروح به سنت پترزبورگ نشان میدهد که روسیه چه اقداماتی انجام می دهد. این نظارات در حالی بیان می شود که دولت ولادیمیر پوتین گزارش ها درباره افزایش تحرکات نظامی روسیه در مرز اوکراین را رد کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که ادعای افزایش تحرکات نظامی روسیه در مرز ادعای تازه نیست و روسیه نیز همواره آن را رد کرده است. مسکو ادعا می کند که تنها کاروان حامل کمک های بشر دوستانه به شرق اوکراین اعزام کرده است و قصد دارد کاروان دیگری را هم روانه کند امری که موجب نگرانی کیف شده است. شرای دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین ماهاز که شاهد تحرکات شورشان جدایی طلبی است که از دولت روسیه هواداری می کنند. در این حال نبرد میان نیروهای حکومتی اوکراین با شورشیان همچنان ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گروههای شبه نظامی در نوار غزه را تهدید کرد که اگر دست به کوچکترین راکت پرانی به خاک این کشور بزنند پاسخی شدیدتر از گذشته دریافت خواهند کرد. اظهارات نخست وزیر اسرائیل پس از برقراری آتش بس بلند مدت در نوار غزه بیان می شود که به جنگ پنجاه روزه میان این کشور و حماس پایان داد آقای نتانیاهو در یک نشست خبری گفت که اسرائیل با موزهی سرسختانه تر از همیشه با حماس توافق کرده است به گزارش خبرگزاری رویترز نخست وزیر اسرائیل در داخل کشور با انتقادهای گسترده ای روبروست و متهم شده که اسرائیل را وارد جنگی کرده که طرف پیروز نداشته است با این حال وی در سخنان خود تصریح کرد که حماس به هیچ یک از خواسته های خود در نتیجه توافق بر سر آتش بس نرسیده است در همین راستا پس از پنجاه روز جنگ و درگیری در نوار غزه مردم این منطقه به سر کارهای خود بازگشتند به گزارش خبرگزاری فرانسه مغازهداران فروشگاه های خود را باز کردند و ماهیگیران قایق را به دریا بردند. جمعیت یک میلیون و هزار نفری غزه بر پای این گزارش نفسی به راحتی کشیدند. بر اساس طرح آتش بس بلند مدت بین اسرائیل و فلسطینی ها دولت اسرائیل تعهد کرده که محدودیت ها در رفت آمد های مرزی با غزه را کاهش دهد. و تحریم های هشت ساله را لغو کند در جریان جنگ و درگیری های پنجاه روز گذشته در غزه بیش از دو هزار و و چهل فلسطینی کشته و هزاران تن زخمی شدند و در اسرائیل نیز نزدیک به هفتاد نفر کشته شدند شورشیان و ارتش سودان جنوبی هر یک دیگری را مسبب سرنگونی یک بالگرد سازمان ملل و کشته شدن سه خدمه این بالگرد و زیر پا گذاشتن توافق نامه آتش بسی دانستند که تنها یک روز از انعقاد آن گذشته و چهار رومین توافق نامه تیه هشت ماه جنگ بود به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی ارتش سودان جنوبی گفت شورشیان این بالگرد را ساقط کردند در حالی که سخنگوی شورشیان اعلام کرد که سرنگونی بالگرد کار ما نبوده بالگردهای سازمان ملل برای تأمین نیازهای پایگاه های صلحبانان و غذای غیر نظامیان به ویژه در زمانی که سازمان های در مورد وقوع قحطی در سودان جنوبی در صورت ادامه جنگ هشدار دادند بسیار حیاتی هستند حزب عدالت و توسعه حزب حاکم ترکیه احمد داوود اغلو را به عنوان نخست وزیر این کشور و رهبر حزب برگزید رجب طیب اردوغان نیز که در حدود 13 سال سمت نخست وزیری را بر داشت در مجمع عمومی این حزب به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شده است جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار ما در ترکیه مهیستان بختیاری روز چهارشنبه نخستین کنگره فوق‌العاده حزب عدالت و توسعه با هدف انتخاب جانشینی برای آقای اروغان در شهر آنکارا برگزار شد. تعداد زیادی از اعضای حزب عدالت و توسعه از سراسر سر کشور در ورزشگاه آرنای آنکارا جمع شدند تا رهبر جدید این حزب رو انتخاب بکنن چند روز پیش 1245 عضو حزب عدالت و توسعه از سر و سر کشور آقای احمد داوود اغلو وزیر امور خارجه رو به عنوان نامزد این سمت معرفی کرده بودن اما خب لازم بود تا این نامزدی با رایگیری رایگیری رسمی اعضا قطعیت پیدا بکنه که در نهایت آقای داوود اغلو با کسب 1382 رسما به عنوان رهبر جدید حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه انتخاب شدند در این مراسم آقای ارغوان که حالا در سمت رئیس جمهور جدید ترکیه ایفای نقش خواهد کرد در سخنانی به دوران نخست وزیری خودشون اشاره کرد و گفتن که در این دوران اقتصاد کشور رشد پیدا کرد و ترکیه به خودش به صندوق بین المللی پول رو پرراخ کرد و به رغم های موجود رفتارهای ماوانه در زمینه سیاسی به کلی هست شد آقای روان به انجام رفورم های اقتصادی و سیاسی و همینطور ارتقای وضعیت حقوق بشر در دوره نخست وزیری خودشون هم اشاره کردن بعد از سخنرانی آقای اردغان هم آقای داوود اغلو در سخنانی گفتن که از امروز درهای جدیدی در حزب عدالت و توسعه گشوده خواهد شد آقای داوود اغلو وعده دادن در دوران حکومت ما هیچکس غیر خودی تلقی نخواهد شد همینطور ایشون اشاره کردم به استقلال قوه قضاییه و گفتن که استقلال قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه و قوه مقننه نخواهد بود دو دا آقای دوغلو گفتن که در ترکیه نوین هم دولت و هم حکومت تحت امر ملت هستند پس از انتخاب آقای داوود اوغلو به سمت رهبری حزب عدالت و توسعه هم بلافاصله آقای عبدالله گل که آخرین روز دوران ریاست جمهوری خودش رو در این مقام پشت سر گذاشت انتخاب ایشون رو در سمت جدید شاد باش گفتن در ارتباط با این تغییر و تحولات سیاسی هم امروز پنجشنبه مراسم تحلیف آقای اروان به عنوان رئیس جمهور جدید ترکیه در پارلمان این کشور در حال برگزاری هستش اما نکته‌ای که در این زمینه باید گفت این هستش که حالا با انتخاب آقای داوود در سمت نخست وزیری آقای ارغان نفس راحتی از بابت جانشینی خودش خواهد کشید دستکم از دو جد این انتخاب برای آقای ارغان مهم بود نخست انتخاب شخصی همسو با تفکراتشون که توانایی حفظ برتری از بدالت و توسعه در رقابت‌های پارلمانی سال آینده رو داشته باشه و دومی مسئله این هستش که این برتری حزبی در پارلمان میتونه زامن هدف بزرگ آقای ارغان برای تغییر سیستم سیاسی کشور باشه آقای ارغوان تمایل داره سیستم پارلمانی در ترکیه رو به سیستم ریاستی تبدیل بکنه و خب این موضوع نیاز به تایید پارلمان داره در مورد زندگی نامه و عقاید و اهداف آقای داوود اغلو هم حتما به طور مفصل در گزارش های بعدی خواهیم گفت اما به صورت گذرا اشاره بکنم که آقای داوود اغلو نماینده شهر قونیه و وزیر امور خارجه کابینه آقای ارغان در دوران نخست ایشون بودند از آقای داوود اغلو به عنوان معمار جدید سیاست خارجی ترکیه نام برده میشه تز سیاسی ایشون در کتابی تحت عنوان عمق استراتژیک منتشر شده که بخش زیادی از سیاست خارجی کنونی ترکیه الهام گرفته از این نگرش هستش دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد ایران 22 میلیارد دلار تخلف ارزی در کشور صورت گرفته است از دولت محمود احمدی نژاد که مورد حمایت مستقیم علی خامنه ای بود با عنوان فاسدترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی نام برده می شود کازم پالیزدار در گفتگو با ماهنامه صنعت و توسعه گوید که اواخر سال 1389 و اوایل سال 1390 بحران ارزی در کشور شکل گرفت. بانک مرکزی 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار داشته است به گفته وی در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشته و اتفاقی افتاده است که می شود گفت از بسیاری از تخلف های موجود بزرگتر است یعنی اتفاق هایی رخ دادند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آنها چه شده است پاریزدار میگوید که بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که در حال بررسی است قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای زمستان سال 89 حدود 1068 تومان بود اما این رقم در پایان بهار 90 به حدود 1200 تومان رسید این افزایش تا پایان بهار 92 با فراز و فرودهای ادامه داشت و ناگهان به بالای 3500 تومان رسید قیمت دلار در بازار آزاد ایران طی یک سال گذشته تقریبا ثابت بوده و حول رقم 3200 تومان دور زده است. پالیزدار در ادامه گفته است که صرافان در خارج از کشور در امارات، در عراق و ترکیه ارزها را توضیح کردند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند. به گفته وی ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع در اختیار واردکننده های قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است که برخی از آنها سوری هستند یعنی وجود خارجی ندارند یعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دریافت کردند تا کالاهای اساسی یا کالاهای مرتبط وارد کنند اما نه تنها این کار انجام نشده بلکه متوجه شدیم این شرکت های وارد کننده اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید که معلوم نیست این ارزها به کجا رفته است به گفته وی برخی شرکت ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی دلار 1226 تومان دریافت کردند تا کالاهای اساسی وارد کنند اما هنگامی که کالا را وارد کردند آنها را به نرخ بازار آزاد فروختند پاریزدار میگوید که این شرکت ها سود صد درصدی یا حتی بیشتر از صد درصدی دریافت کردن و افسود است در کنار این دو تخلف عمده تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است شرکت بودند که ارز مرجع دریافت کردند تا کارهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خود رو وارد کشور کردند به غیر از دریافت ارز با نرخ رسمی توسط شرکت ها از بانک مرکزی بحث پیرامون قرار دادن 42 میلیارد دلار ارز در اختیار بانک های ایران توسط بانک مرکزی و موضوع برداشت شبانه از حساب بانک ها نیز تاکنون به نتیجه ای نرسیده است. مهر ماه سال 91 تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای توماری خواستار طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شدند و موضوع این سوالات مربوط به نابسامانی های بازار ارز و وضعیت اقتصادی کشور بود. نهایتا در دور دوم آذر همزمان با منتفی شدن طرح سوال از محمود احمدی نژاد با دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روزنامه تهران امروز از افشای تخلفات دو میلیارد دلاری 18 بانک خبر داد و بانک ها را به نخشافرینی در بحران ارزی متهم کرد عزت الله یوسفیان ملا از نمایندگان مجلس در گفتگو با روزنامه تهران امروز اعلام کرده بود که بانک مرکزی مبلغ 42 میلیارد دلار در اختیار بانک ها گذاشته که اکنون حساب و کتاب مشخصی از سرنوشت این پول ها در دست نیست و حتی مشخص نیست بانک ها با این پول چه کردند و چه میزان از آن را به بانک مرکزی بازگرداندند دولت محمود احمدی نژاد اواخر سال 90 مصوبه برداشت مستقیم از حساب بانک ها بابت مابل تفاوت ارز دریافتی را صادر کرد تا اینکه در روزهای پایانی اسفند همان سال حدود هزار میلیارد تومان شبانه از حساب بانک ها پول برداشته شد اقدامی که با واکنش دیوان محاسبات نیز روبرو شد و ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرد که این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانک ها کند اکنون مانده این که با این اقدام چه کنیم؟ محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ایران میگوید 300 سایت همسریابی به طور غیرقانونی در این کشور فعالیت می کنند به گزارش روزنامه شهروند گلزاری گفته است گای اوقات این سایت ها فیلتر می شوند گای اوقات فیلتر نمی شوند و برخی مواقع به صورت پنهانی کار می کنند وی افسود که این سایت ها از نظر وزارت ورزش و جوانان غیرقانونی هستند و این وزارتخانه هیچ سایت همسریابی را به رسمیت نمیشناسد. پولیس ایران سال گذشته به وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد داد تا در صورت ضرورت سایت مرجعی را اندازی شود که جوانان و مردم علاقمند که مایل به انتخاب فرد مورد نظرشان در این سایت ها هستند بتوانند ثبت نام کنند و سایت رسمی با تمامی موضوعات و حواشی آن پشتیبانی شده و راه اندازی شود. محمد باقر قالیباف شهردار تهران که کمتر از دو ماه پیش با اشاره به کار زنان در کنار مردان نامحرم از همگان پرسیده بود غیرت ما کجاست اینک میگوید که از اساس با تفکیک جنسیتی مخالف است قالیباف همچنین در خصوص سخنان سریح چندی قبل خود گفت که مخالفانش اغراق کردند و وی با تفکیک جنسیتی مخالف است به گزارش خبرگزاری فارس آقای قالیباف در اجلاسی در مشهد چنین اظهار نظر کرد که ما نان به نرخ روز نمیخوریم و باید حرمت بانوان را نگه داریم شهرداری تهران به مدیریت محمد باقر قالیباف روز 27 اردیبهشت ماه گذشته در صورت جلسه ای از مدیران خود خواست تا حتی المقدور محل استقرار زنان و مردان جدا از یکدیگر طراحی شود بر اساس این صورت جلسه همچنین دستور این است که تمامی مدیران ارشد و میانی در شهرداری تهران تنها از کارمندان مرد برای کارهایی مانند مسئول دفتر منشی اپراتور تلفن تایپیس و مسئول پیگیری در دفتر خود استفاده کنند انتشار این خبر باعث موضعگیری در حمایت یا علیه این اقدام در شهرداری تهران شد. ادهی در دولت حسن روحانی با این مصوبه ابراز مخالفت کردند و ادهی از جمله برخی از مقامات در دولت و همینطور نمایندگان بیشتر دست در مجلس به حمایت از آن برخواستند. اما محمد باقر غالیباف شهردار تهران در نماز جمعه 27 تیر ماه در توضیح و دفاع از طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری اعلام کرد که نباید اجازه داد زنان بیشتر از محرمان خود با نامحرمان معاشرت کنند. او در سخرانی پیش از خطبای نماز جمعه تهران تصریح کرد که یک زن در ساعت اداری حدوداً 7 تا 8 ساعت با مردان نامحرم معاشرت دارد که گاه این ساعات ارتباط با نامحرم بیشتر از ارتباط با خانواده می شود که این موضوع به کانون خانواده لطمه می سند و آن را تحت تاثیر منفی قرار می دهد غیرت ما کجاست؟ چند روز بعد روزامه اعتماد از یک تصمیم جنسیتی دیگر در شهرداری تهران خبر داد و از قول معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران دوش که دختران و پسران با فاصله بر نیمکت پارکها بنشینند. در واکنش به این خبر عبدالحسین مختاباد عضو فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اظهار تعجب از بیان چنین مسئله ای از سوی معاون شهرداری تهران به روزنامه اعتماد گفته بود واقعا جای بسی تأسف و تعجب دارد نمیدانم به تازگی این سخنان تفکیک جنسیتی چرا تا این حد در دستور کار شهرداری قرار گرفته است حال در چرخشی 180 درجه ای شهردار تهران در سخرانی تازه خود در مشهد گفته است برخی عنوان کردند که قالیباف بعد از انتخابات مسئله تفکیک جنسیتی را مطرح کرده در حالی که من با این مسئله مخالف هستم آقای قالیباف در ادامه گفته است اده نیز اقرار کردن که قالیباف گفته منشی زن نباید داشته باشیم اما من میگویم باید حرمت بانوان را نگه داریم او توضیح داده است گفتم که از بکارگیری بانوان در شغل منشی مخالفم بسیاری از تحلیلگران سخنان زد و نقیز قالیباف و اینکه گاهی او مدافع آزادی های مردم می شود و گاهی همراه با تندروهای افراطی به مقابله با مردم و آزادی های سیاسی و اجتماعی آنها میپردازد را ناشی از سمت های وی از باند قدرت میدانند به گفته کارشناسان محمد باقر غالیبا فردی قدرت محور است که بر اساس سهم بیشتری از قدرت موضعگیری و اظهار نظر و همینطور عمل می کند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم تا فردا با سپاس از همراهیتان شاد و سربلند باشید.